ही मेरा अपना रे, तुझको ये पता रे, नहीं तोड़ते दिल जोड़ के तो क्या जाने तेरे बिन मर जाएंगे, तू क्या जाने तेरे बिन जी ना सकेंगे, तू क्या जाने। اینجا چی کار میکنی؟ این دوست صمیمی داداش شیماست. چشایی پر از عشق به هم نگاه میکنی، اگه این احساساتت واقعیه پس چرا نمیای و به هم ابراز علاقه نمی کنی؟ 5 ساله که تو آتیش عشقت میسوزم، نمیدونم بالاخره یه روزی ابراز علاقه میکنی یا نه فقط همیشه همینجوری نگاه های مبهم و عاشقانه. حال و احوال شما جناب وکیل؟ منم دارم را میفتم. نخیر، من میفهمم چی میگین. ببینین، همه ی مداره کامله، فقط بستگی به نحوه کار شما داره که چطور تمومش کنین. ببینین آقای وکیل، به عرضتون برسونم که موضوع اینه که این پرونده دیگه برام خیلی مهم شده. یه آدم معمولی که با من نمیتونه رقابت کنه و از من ببره، مگه نه؟ آره باشه، درسته. منم دارم میام. خداحافظ. اختلاف و رقابت با پرونده و دادگاه، اونم با ما. سلام علیکم. نخیر، کارای دادگاه که داره پیش میره آبجی جان، ولی ملاقات با شما هم خیلی الزامیه. به محض اینکه کارم تو دادگاه تموم شد خدمت شما هم میرسم. چی؟ واقعا؟ باشه، درسته، به این شوقتونم برسین، ولی یه شرط دارم. غذا باید طبق سلیقه من باشه، درسته؟ باشه، خداحافظ، بعدا میبینم اتون. سلام علیکم آقا. علیکم السلام. صبح بخیر پدر جون. صبحت بخیر عزیزم. کجاست؟ شاینا کجاست؟ آقا ایشون هنوز خوابن. خوابیده؟ مگه نمیدونه من امروز میرم؟
آقا دیشب ایشون به من گفتن که بیدارشون کنم، منم همین الان رفتم صداشون زدم ولی جواب ندادن. اگه میگین دوباره صداشون میزنم. نه 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 بیخوابش نکن، بذار بخوابه. من 3-4 روز که نمیخوام برم، تا فردا برمیگردم خونه انشالله. الو چی؟ اینو به من میگی؟ که من کارشو نگیرم چون پارتیش کلفته؟ ببین بهش بگو که اون آره آره با درست کردن برگه های تقلبی کیو میخواد بازی بده؟ آره آره من ازش نمیترسم. پدر جون اینقدر عصبانی نشیم، فشار خونتون میره بالا. خب عصبانی شدنم داره دیگه، به من میگه مراقب باشم. مرگ ناگهانی عادل همه مسئولیت رو رو دوش شما گذاشتی، وگرنه سن الانتون سن کار کردن نیست. آره دخترم، مرگ پسر جوونم منو از درون شکسته، ولی به هر حال هنوزم اونقدر ضعیف نشدم که نتونم بار مسئولیتمو به دوش بکشم. فعلا دخترم. صبحونتون؟ نه دیر میشه، من میرم. خداحافظ. خداحافظ. بگم برم یه سریم به شاینا بزنم، با خیال راحت برم، مگه نه؟ دختر این چه کاریه؟ میخواستم ببینم که بابا جونم بدون دیدن من میره یا نه، و ببینی شما داشتین میرفتی نه؟ نه خیر دخترم، من گفتم چرا عزیز دردونمو از خواب بیخوابش کنم. آها یعنی شما به این فکر نکردین که واسه 2 روز میرین و این 2 روزو من چجوری باید بگذرونم؟ پس باید با هم صبونه میخوردیم مگه نه؟ ببین من تنهایی صبونم رو خوردم. بابا جون یه خورده دیر از خواب پا شدم دیگه. پس اینجا کی خوابیده؟ اینم منم. توی؟ وای خدای من، اگه من پتو رو میکشیدم و تو رو نمیدیدم دلم آشوب میشد که این دخترکم کجا رفته. بابا جو شما چطور در مورد من همچین فکری کردین که بدون اطلاع شما جایی برم آخی؟ دخترم مگه در مورد تو میتونم همچین فکری کنم؟ فقط نمیتونم تحمل کنم که ازت بیخبر بمونم. ببین اگه الان تو رو اینجا نمیدیدم پس چی میشد؟ خودم هم نمیدونم. بابا جونم چرا اینقدر منو دوست داری؟ دخترم جواب این سوالو 24 ساله که خودم هم نمیدونم. بریم شما رو تا دم در بدرقی کنم. باشه بریم بریم. خب دخترم من میرم، تو هم مواظب خودت باش. شهناز تو هم مراقب این باش، مخصوصا تو مسئله غذا خوردن، خودش اصلا به فکر نیست. چشم بابا جون، کاش به هارونم یه سر میزدیم، میدونین که پاش اول از شما میپرسه. نه نه بذار بخوابه، الان لج میکنه که با هم بیاد. من بچه رو کجا با خودم ببرم؟ همینجوری هم دیرم شده میدونی که. خداحافظ. خب دخترم خداحافظ. خداحافظ عزیزم. ماشالله ماشالله نوه من مثل شاهزاده ها میمونه.
12 سالش نشده تمام قرآن تموم کرده. مامان بزرگ، واسه تموم کردن قرآن هم جایزه به هم میدی؟ تمکار، چرا داری دعواش میکنی؟ نوام که کار خیلی بزرگی کرده، اونم با این سنش. اون پسر به در نخوره منو میبینی ها؟ با اون سن و سالش هنوز نتونسته قرآن رو تموم بکنه. داداش مقصود؟ آره دیگه، پس کی؟ از همون حرف میزنم. ببین پسرم، من همین 500 روپیه رو دارم، اینو بیا بگیر، برو برای خودت خرجش کن. بیا. مرسی مامان بزرگ، حالا برم بستنی بخورم. آره عزیزم، هم خودت بخور هم برای دوستات بخر. برو عزیزم. مرسی مامان بزرگ. تمام محل رو ببر. آفرین مامان، خوب برادتش میکنین و به مام کمچین پولی ندادی. برادتت چی دخترم؟ یادته وقتی تو حامله بودی من همش دعا میکردم، گفتم خدایا یه بچه پسر به راشده بده. دیدی خدا دعامو قبول کرد، بالاخره به آرزوم رسیدم. آره مامان، اینه که درست میگین، شما یادتونه اجازم خوشحال بود. آره بایدم خوشحال میشد، بالاخره پسر عزیزش به دنیا اومد. دیدی که منم بین همه شیرینی پخش کردم، فامیل، محله، همسایه. این بارم به همه میخوام شیرینی بدم، تو محله، تو فامیل، اصلا خودم میخوام برم شیرینی رو پخش کنم. خونه یه بسما هم میگم مقصود براش ببره. خونه یه خاله بسما؟ چرا؟ آخه یعنی چی چرا؟ اون دختر عموی تنی منه. خب عمو مرده که مرده، وارثش که هست که بهش بدم. آره وارثشه، اونم عجب وارث عتیقه ای. طرز رفتار اونا رو دیدین؟ یه جعبه شیرینی اصلا بهش اهمیت میدن. وای ماما واقعا که اهمیت بده یا نه، ولی آدم های پول دار مثل داداش سعادت و هر دفعه یادشون بندازین که بدونن که ما هم فامیلشونی. من بلال در حضور خداوند متعال این قر رو می همینطور که الان دست سارا رو گرفتم برای همیشه دستش رو محکم می گیرم. اصلا می دونی که زن و بچه دارن تو چه شرایطی زندگی می کنن؟ اگه تو نمی خوای منو طلاق بدی، خودم پرونده طلاق رو باز. مادر جان من دارم میرم. پسرم گوش کن، گوش کن، کجا داری میری؟ مادر یه کار مهم دارم، باید برم. تو و کار مهم، من همه چی رو میدونم. میری با اون دوستای ولگردت بگردی. وای مامان باز شروع کردین، چی کار کنم؟ بشینم تو خونه علنگو دست بندازم؟ من کی بهت گفتم علنگو دستت بنداز و بشین؟ آقا مثل مرد کار کن. دوستای همسن و سالت بابای دوتا بچه شدن، خودتو ببین، هنوز مجرد موندی. من نمیدونم که میخوای ازدواج کنی. وای مادر، یه عروسی برات بیارم که انگوش به دهن بمونی، بعد ببین همه محل منو مقصود خان مقصود خان صدا بزنم. خب برش دار بیار، من باید بالاخره اون دختر رو ببینم. آره دیگه. دارم کم کم به این فکر میکنم که باید عروستو بیارم. حالا از این فکر و خیالا بگذر، برو برامون خرید بکن، بردار بیار. چی؟ چی کار کنم؟ حالا مقصود بره از این مغازه های کوچیک خرید کنه مادر جان؟ نه خیر آقا، مقصود نمیره، بلکه باباش میره. میزنم ایتا. خب الان بیا یه کاری بکن، من رو ببر خونه داداش سعادت. امین یه قرآن رو تموم کرده، میخوام برای شیرینی ببرم. خونه شوهر خاله؟ موضوع چیه؟ چرا با شنیدن اسمش رنگ رو باز شد؟ نه خیر، بالاخره فامیلمونه، منو هم خیلی دوست دارم. آره فامیلمونه. مامان یه کاری بکن، شیرینی رو به من بده، منم سر راه میرم خونهشون رو براشون میبرم. خوبه؟ همه چی رو میدونم، میرم جعبه شیرینی رو بیارم. هی خونه سعادت خان، من نمیخورم، اصلا نمیخورم، فردا شب میخورم. یه کمی بخور. هارون چی شده پسرم؟ همه غذاهای مورد علاقت که اینجاست؟ بده به من مهتاب، با دستای خودم به پسرم غذا میدم. نمیخوام بخورم، از دست شما که اصلا نمیخورم، حتی نمیخوام با تون حرف بزنم. چرا؟ چی کار کردم؟ شما به من دروغ گفتین، گفتین بابا بزرگ ظهر میره، ولی سرایدار گفت خیلی وقت رفته، فردا میاد. پسرم بابا بزرگ باید میرفت دادگاه. چرا بدون دیدن من رفت؟ هارون آقا شما خواب بودید، واسه همین خدافظی نکردن. بابا بزرگ بعد منو میدید بعد میرفت. یعنی چی باید میدید بعد میرفت؟ عروس خانوم
اگه آقا بزرگ با هارون آقا خداحافظی میکرد بهتر میشد. خب عجله داشتن، ولی واسه دیدن شاینا خانم تا اتاقش رفتن. اگه 3-4 دقیقه واسه هارون آقا میذاشتن خب چی میشد؟ میدونی که شاینا عزیز دردور نشه، بعد مرگ عادلم بیشتر بهش حساس شدی. عروس خانم، میدونم نباید حرفای بزرگ بزنم، هارون آقا هم یادگاری تنها پسر مرحومشونه. هارون آقا نسل این خانواده رو ادامه میده. احساس باید از ته دل باشه. منظورتون اینه که آقا بزرگ هارون آقا رو دوست نداره؟ ای بابا، دوست داره، ولی در درجه دوم. شاینا مقدم تره. انقدر حرف نزن، اینا رو جمع کن. شاینا خانم، شاینا خانم، عروس خانم داره صداتون میزنه. اون اومده. مهتاب، چند بار بهت گفتم که آرومتر بیا داخل، در اتاقو بزن و بعدم بیا تو. این حرفو نمیفهمی؟ معذرت میخوام خانم، من ناخوناتونو بگیرم. لازم نکرده، شب مراسم حنای زینب میرم و ناخونم هم شکست. مگه فرماندار اومده که سلام دادن بهش مهمه اینقدر؟ فرماندار که نیومده، ولی اون فامیلتون اومده، واسه همین عروس خانم صداتون میزنه. پس عروس خانم به چه دردی میخوره؟ خب اون بره سلام کنه. عروس خانم هم اونجا هست، ولی اون خاله ممتازتون که هست، پسرش اومده. مقصود؟ آره همون. پس من بهشون میگم که سرتون شلوغه. ببین گوش بده به من. بله. به بشیر بگو ماشین رو روشن کنه، من رانندگی تمرین کنم. ماشین رو روشن کنه؟ به زنداداشتون چی بگم؟ زنداداشو ولش کن، هرچی من میگم همون کارو بکن. کافیه دیگه. ممنون. از قول من به خاله ممتاز خیلی خیلی تبریک بگو، همین روزا بهشون سر میزنی. اشکالی نداره، همیشه میگین به ما سر میزنین و ما هم هیچ وقت شما رو ندیدیم. تا جایی که یادمه آخرین بار عروسی راشده بود که شما هم اومده بودین، درسته؟ اینا همش کاره تقدیر دیگه داداش. بعد تصادف و مرگ ناگهانی عادل چند مدتی دیگه حتی از خونم بیرون نیومدم، مسئولیتام زیاد شده. هارون خیلی بدقلق شده، باید مواظبش باشم. او من که کلن فراموش کردم. الان هارون چطوره؟ حالش خوبه؟ حتما خیلی شیطون شده. همینجاست، با مهتاب توی باغچه است، داره واسه خودش بازی میکنه. خدا رو شکر. شوهر خاله حالشون چطوره؟ خوبه. الان کجان؟ خونه تشریف دارن؟ نه، پدر جون امروز یه دادگاه داشت، واسه اون رفته. آها، راستی شاینا رو ندیدم، الان کجاست؟ با شوهر خاله رفتن؟ نه نه، با پدر جون نرفته، پدر جون که واسه پروندهش جلسه داشت. شاینا تو اتاقشه. میخوای صداش بزنم؟ نه نه نه، عیبی نداره، من بازم بهتون سر میزنم. دیگه بهتره برم. چای تو میخوردی؟ ممنونم، اومدنی توی راه آب میوه خوردم، متشکرم. هر جور راحتی. بشیر؟ سلام. شما کی اومدی؟ همین الان دیگه داشتم میرفتم. آها، من خبر نداشتم. چطور؟ من به مهتاب گفتم که صداتون بزنه. آهان، مهتاب یه چیزایی گفت. راستش من داشتم ناخونام و سوها میکشیدم و اون یه هایی اومد و ناخونام شکست. بعدش دعواش کردم و بس، همین نفهمیدم اصلا چی میگه. یعنی انقدر نگران ناخوناتون بودین که حرف اون بیچاره رو نشنیدین؟ ببینین چقدر ناخونام زشت شدن. به نظر من نیازی به این همه رسیدگی نیست، دستاتون همینجوریش هم خیلی زیباست. دیگه اونقدر هم اجازه تعریف کردن ندارین شما. خانم جان، برای تمرین رانندگی حاضرین؟ لازم نیست کسی بهم چیزی یاد بده، من همه یه کارامو با زور بازوم انجام میدم، میتونی بری.
به نظر میرسه اعتماد به نفست خیلی زیاده. اگه ماشینو به جایی بزنی چی؟ چرا بزنم؟ من هر کارم رو با فکر و دقت انجام میدم، واسه همین از هیچ کارم پشیمون نمیشم. پس باید ما همه مثل شما کارامونو پیش ببریم تا بلکه ما هم از کارمون پشیمون نشیم. من بقیه رو تضمین نمی کنم. سرت صاف بگیر، هر وقت ببینیش موهاش افشون و پریشونه. چی کار داری میکنی؟ موهاشو درست میکنم، هنوز نمیتونه موهاشو درست کنه. کشمو رو بده من. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. مامان، این داداش مقصود چرا انقدر خوشحاله؟ لاتاری برده ها؟ خدا مقصود منم خوشحال نگه داره. اینجوری که نمیگن دختر. آمین، خداوند همیشه خوشحالش بکنه. از راز خوشحالیش چیزی میدونین که بهمون بگین؟ میدونی خونه داداش سعادت رفته بود، از وقتی که از اونجا برگشته خیلی خوشحاله. فقط خدا تقدیر پسر منو خوب کنه. بله مامان، دارین زیادی رویا پردازی میکنین. میدونی رویا باید همیشه بلند باشه، این افکاری که کوچیکن. هرچند که مقصود داداش خودمه، ولی خدایا توبه، این پسر جایی که دخترا باشه خیلی خوشحاله، این عادتش هم خیلی بده. ولی شاینا دختر معمولی نیست. منم دارم همینو بهتون میفهمونم، اون دختر اینجوری نیست، بلکه دختر اونجوریه. تک دختر آقا سعادت بزرگه، پسره باید همه چی تموم باشه. بگو ببینم مگه پسر من چه عیبی داره ها؟ اون خودش نمیخواد ازدواج بکنه، وگرنه دختر رو براش صف کشیدن. ماشالله ماشالله، خوشبر رو هم که هست. پسر من تو دنیا یه دونه است. بجز این دوتا خوبی مگه داداش مقصودم خوبی دیگه ای هم داره مامان؟ یا فقط به همین دوتا ویژگیش دلت خوشه؟ شاینا که تو گهواری که طلا بزرگ شده مامان جان، اما داداش مقصودم چی داره؟ فقط چند تا مغازه که از بابا بهش ارث رسیده و اجارش هم که به زور کفاف خرج زندگیمونو میده. ولی پسرت یه جوری تیپ میزنه، از خونه میره بیرون انگار صاحب چند تا شرکته. به به راشده، آدم فکر میکنه تو خواهر ناتنیشی. مامان خواهر واقعیشم، ولی واسه همین دارم میگم که یه دختر معمولی و ساده براش پیدا کنیم و یه قضیه رو تموم کنیم. کی میخواد ناز اونو برداره، من، شما یا مقصود؟ هرچی باشه شوهر خدای دوم آدمه. درسته مامان، اما اینو بگین که آقا سعادت بزرگ چرا دخترش عروس ما بکنه ها؟ ولی اگه با فکر کردم به این حرفا شما یا داداش مقصود خوشحال میشین، پس خدا شما رو خوشحال نگه داره، خوش باشین. کاش که یه حرف خوب از دهنت میومد بیرون، همش داری طعنه میزنی. بفرما، واقعیتو میگم، حرفم طعنه دار شد؟ به نظر من که نیازی به این همه رسیدگی نیست، دستاتون همین جوریش هم خیلی زیباست. لباس شیک پوشیدن و اینجوری صاف صاف را رفتن، تو خان نمیشی. مادر ساده من، کسی خان نمیشه، بلکه از همون بعد به تولد خان به دنیا میاد. ببین درست و واضح حرف بزن، من این حرفایی که میزنی یا اصلا نمیفهمم. هی مادر جان، یه روز خان هم میشم و انشالله اون روزم میبینی. یه تابلوی بزرگ بالا در خونه میزنم، ویلای مقصود خان. چطوره؟ ویلا نه، خونه، آشیونه.
آخه میخوای تو چی کار کنی؟ ها؟ سنت داره از ازدواج میگذره. من میخوام برات برم خواستگاری به مردم چی بگم؟ هزار جور تیکه به هم میندازم. مادر این چه حرفیه که میزنی؟ مگه نشدیدی که میگن طلاق پاکه چه منتش به خاکه؟ انشالله وقتی با این دختر خوب ازدواج کنم دیگه از این حرفا از من نمیشنوی. من دارم باهات جدی حرف میزنم، تو داری شوخی میکنی؟ کی داره شوخی میکنه؟ خیلی هم جدی میگم. شوخی نمیکنم. ببین مادر جان، مگه ما چی کم داریم؟ خدا رو شکر همه چی داریم. خدا رو هزار مرتبه شکر چند تا مغازه داریم، پول اجاره هم که میاد، آبرو هم که داریم، با آرامش تو خونه نشستیم و داریم زندگی میکنیم. خدا نصیب آدمای خیلی کمی میکنه. منم هم دارم همینو میگم، خدا رو شکر مغازه داریم، آبرو داریم، اون وقت تو بیکار نشستی تو خونه. شما چی میخواین؟ چی کار کنم؟ همه یه مغازه ها رو خالی کنم و خودم تنهایی برم اونجا بشینم؟ همینو میخوای؟ تو که همین کارم بلد نیستی. مادر دیگه کافیه. ساکت ببینم، برای من ادا در میاره. دارم بهت میگم که هرچی که تو داری در میاری همش داری خرج قرفرت میکنی. اینا رو که بهت میگم میخوام به خودت بیای. همون کارو دارم میکنم. دارم میگم نگران ما باش، توی بیشور فکر همه هستی به جز ما. دو دقیقه خونه بشینم تنه زدن رو شروع میکنی. بابا اگه زنده بود. بابا چی؟ باباش یادش اومده؟ اگه بابا زنده بود منم چیزی نمیگفتم، خودش همه کارا رو میکرد. به خاطر شما مرد. نه خیر، به خاطر تو مرد. بابا جون، من بهتون زنگم زده بودم که چیزی برام نیارین، آخه چرا این کارو کردین؟ اون تصمیم تو بود و این علاقه منه. چطوری میتونستم دست خالی خونه بیام؟ دست خالی؟ به نظر من که شما دادگاه نرفته بودین، بلکه خرید رفته بودین. خب این حرفا رو ول کن، بگو از اینا خوشت اومد؟ خیلی قشنگه، خیلی خوشم اومد. شهناز بیا، اینم برای توه. خیلی ممنون پدر جون. اگه عادل امروز زنده بود با دیدن اینا چقدر خوشحال میشد. بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگلتر باشه. این عشق عزیز دلم آب نیست که هر وقت تشنه شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه شو داد، به همون قیمتی که تشنه های کربلا پرداخت کردن. لطفاً زنده داشت، باز گریه رو شروع نکنی. تو چیت شده؟ چرا اینقدر دمقی؟ اوه اینجا رو ببین، به نظرم میرسه یکی بد جور از من ناراحته. بیا اینجا ببینم، بیا اینجا بشین ببینم. هارون پسرم، ببین این ماشین برای توه، باشه؟ و این هواپیما هم برای توه، باشه؟ اینم ماشین بعدیت. توی این ماشین مامانت صندلی کناریته و عمت صندلی عقب میشینه. نه خیر، من عمه رو سوار نمی کنم. چرا؟ چرا نمیذاری تو ماشینی؟ برای شما که این همه هدیه آوردن. حسادتو. پس یه کاری کن، این لباس ها و طلاهایی که واسه من اومده همش مال تو باشه. نه خیر، من که دختر نیستم. وقتی بزرگ شدم از دستم میگیرم. نه پسرم، داری چی کار میکنی؟ منو ترسوندی، بذارش کنار، از فردا دیگه باهاش بازی نمیکنی. پدر جون چرا اینجوری نگاش میکنی؟ دخترتون همونطوری مثل قبله. نه دخترم، داشتم به چیز دیگه ای فکر میکردم. منم دارم همینو میبینم، هنوز به غذاتون دستم نزدیم. عزیزم عصر با چایی، کیک و بیسکویت خوردم، الان اشتهایی ندارم. شهناز، من نبودم همه چی خوب بود؟ آقای مدیر حسابا رو آورد؟ آره پدر جون، همه چی منظم بود. از یک کارگر دیگه حرف میزد، منم گفتم با شما حرف بزنه. و کسی هم اومد یا رفت؟ نه خیر.
اون اومده بود. اسمش چی بود؟ آره پسر خاله ممتاز، اسمش چیه؟ مقصود اومده بود، شیرینی امینو آورده بود. منم گفتم واسه تبریکی میریم یه سر میزنیم. راستی یکی دیگه هم اومده بود، خدمتکار قدیمیه بود، نمیدونم اسمش چی بود. شاینا تو بگو. من چه میدونم، من که اسم همه رو حفظ نیستم. آهان ببینم، رحیم که نبود؟ آره پدر جون، اون اومده بود، 10,000 روپیه قرض میخواست، دخترش به دنیا اومده، واسه عمل و اینا پول لازم داشت. اولش پول ندادم ولی بعد دلم نیومد، گفتم باشه بهت میدم. میگفت هر وقت حقوقشو گرفت پس میده. کار خوبی کردی کمکش کردی دخترم. ببین با کمک کردن به بقیه خداوند خوشحال میشه. برگردوندن رو بذارید کنار، پارسال یکی از دختراش فوت کرد، امسال بازم خونش دختر به دنیا اومد. نمیدونم چرا اینا براشون دردسر میخرن. نه دخترم اینجوری نمیگن. ببین آدم ها گاهی به خاطر خواسته هاشون مجبور میشن و تا جایی که حرف از برگردوندن پوله، پس دخترم خدا کنه پول پیش خودت باشه یا یکی دیگه، به وقت مناسبش همیشه به درد میخوره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پدر جون چرا این وقت شب اینجا نشستین؟ به خاطر دادگاه نگرانی؟ نه خیر دخترم، دادگاه که انشالله میبریم. خب از وقتی امیدوار هستین از چی نگرانی؟ شما همیشه ساعت 9 میخوابی، امشب خستم هستی، مشکل دیگه ای هست؟ دخترم من نگران ازدواج شاینا هستم. ازدواج شاینا؟ مگه شاینا کم خواستگار داره؟ فقط گاهی اونی که شما خوشتون میاد شاینا ردش میکنه، همین دیگه. آره دخترم، امروز من پیش خواهرم رفته بودم، اونا راجع به چند تا خواستگار از فامیل حرف میزدن. این دادگاه رفتن یه بهونه بود، در اصل رفتم که خواستگارا رو ببینم. ولی پدر جون شما که اصلا حرفی نزدی. خب از کسی خوشتون اومده؟ فامیل بود یا غریبه؟ راستش یکیشون که دکتره و خارج زندگی میکنه، جراح موفقیه. دومیشم یه تجارت خانوادگی داره. این که خیلی خوبه. اما عزیزم من نمیتونم دخترمو دور از خودم به یه کشور غریبه بفرستم. خب اون یکی که کار تجارت میکنه چی؟ از قیافش خوشم نیومد. شما با وجود مرد بودن اینو میگی؟ کی قیافه پسر رو میبینه؟ دخترم باید ببینم، تو که میدونی شاینا چقدر به ظاهر آدم و اهمیت میده، اون حتی اگه کفشی طرح معمولی داشته باشه نمیپوشه. کفش؟ پدر جون ما داریم راجع به انتخاب داماد حرف میزنیم. آره داماد، داماد سعادت خان، شوهر شاینا. نباید آدم معمولی باشه، باید یه پسر همه چی تموم باشه. ولی تو این دنیا هیچی کامل نیست. من به خاطر دخترم هر کاری میکنم. خب پدر جون الان برین استراحت کنی. باشه تو برو، منم میام. باشه. آقا چاییتون.
مهتاب خانم چطورین؟ من خیلی خوبم. چرا اینقدر نیشت بازه؟ خانم آقا مقصود حرفایی میزنن که خندم و نمیتونم کنترل کنم. شکر اگه شما هم میخورین لطفاً برای منم بریزین. من که چایی و تلخ میخورم. لبخند هم به ندرت میزنین و شیرینی زندگیتونم کم کردین. چرا؟ کی گفته من به ندرت لبخند میزنم؟ راستش هر وقت یاد شما میفتم همون قیافه جدی، اون قیافه کم حرف و خونسا جلوی چشمامه. شما به یاد من هم میفتی؟ خب آره، هر بار که از نزدیک میبینم اتون تا چند روز بعدش به یادتونم، صبح و ظهر و شب. و بقیه یه روز؟ و بقیه یه روز به این فکر میکنم که وقتی دوباره میبینم اتون بهتون بگم که شاینا لبخند بزنین، خیلی بهتون میاد. از لحاظ ثروت که قابل مقایسه با داداش سعادت نیستی، اما از کسی کم نداری. خدا رو شکر زندگی خوبی داری، خوب میخوریم و میگذرونیم. بله بله خدا رو شکر. فقط به داداش سعادت این پیام منو برسون که میخوام واسه همیشه پیوندم با خواهرم مستحکم بمونه. اون پدره، هر کاری که بخواد میتونه انجام بده، خودشم صلاحو بهتر میدونه، ولی من شاینا رو مثل دختر خودم میدونم. نمیدونم شنیدی یا نه، از قدیم گفتن خاله مثل مادره. آره شنیدم، چرا نشنیده باشم. شما این حرفا رو بیخیال بشین، حرف زیاده. فعلا چایی بخوری. آره به داداش سعادت بگو همیشه خوشبختی تو تقدیر زنه. اگه تقدیر شاینا خوشحالی باشه، اون هر کجایی که باشه به هیچ مشکلی بر نمیخوره. انشالله انشالله. تو هی میرا اپنا رے، تجھ کا یہ پتا رے، نہیں توڑتے دل جوڑ کے، تو کیا جانے تیرے بن. دیدی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.